تا یک هفته پیش یک دلار در افغانستان بین 84 تا 86 افغانی معامله می شد. اما این روزها قیمت افغانی در برابر دلار افزایش یافته و بهای یک دلار تا 72 افغانی نیز کاهش یافت. ولی نوسان در قیمت ارزها وجود دارد و امروز قیمت یک دلار به 76 افغانی معامله می شود. اتحادیه صرافان دلیل افزایش ارزش افغانی را در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار این گونه بیان می کنند. افغانی شپو پورا انداز باندې د ټول خارجي اسارو پوراند باندې د یو خاص ارزښت ترلاسه کول کیده د افغاني ارزښت د څو اونۍ را فدی خو باندې په تدریجي ډول باندې مخ په لوري دوه دی چې مش صرفان او مش هوادوال ټول دا یو په پا پالینیک باندې نشو شکادم دي شعامال دي او مشتشرامن میجو پاسله چې په جو و کالو څخه یو ځل بیا افغاني وکول سوې چې خپل هغه خپل حالت چې په پنځه او یا ستر شپږ او یا افغاني کوردي دا وز دغه لازنرخ او جزای تراسي در گذشته هرگاه قیمت دلار در برابر افغانی کاهش میافت بهای به مواد خوراکی و نفتی نیز کاهش میافت اما با وجود که بهای های دلار در برابر افغانی به گونه بی پیشینه کاهش یافته است ولی قیمت ها هنوز به نرخ قبلی است دلار فعلا مردم میگن که پایین آمده اما اجناس که کالای مواد خوراکی مثلا دیگه اجناس نرخش پایین نامده و به می اساس مردم که بسیار نگران هستند امی نرخ که از هم دلار از 70 از 85 86 تا 73 72 رسیده نرخ جا به جا است ما می خریم مثلا د افغانی مثال برات بگم پس د افغانی سودا میکنیم خو خوب درد نداره دلاری است که اگر دلاری می خریم د دلار 81 پس د دلار 75 سودا میکنیم مشکلات به نهایت زیاد است وزارت تجارت و صنعت می میگوید که کمیته متشکل از چندین نهاد دولتی قیمت ها را زیر کنترل دارند. رهبری وزارت صنعت و تجارت از تولید کنندگان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان خوشمند است به قیمت اجناس با ملت رنج همکاری نموده در رفاه و آسایش مردم و وطن خود توجه نمایند اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید تا زمانی که نرخ دلار در حال ثابت قرار نگیرد قیمت ها کاهش نخواهد یافت. قیمت اسعار وقتی که کاهش پیدا میکنه باید قیمت اقلام همچنان کاهش داشته باشه اما موضوع عرضه و تقاضا هم اثر خود داره از سوی هم معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا از گزارش اخیر بانکهای جهانی که بر پیشرفت اقتصادی کشور اشاره شده استقبال کرده است این معاونیت گفته است اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد محدودیت ها را رفع و سرمایه منجمد شده ی افغانستان را آزاد کند کشور در بخش اقتصادی پیشرفت های قابل ملاحظه خواهد کرد کاهش سطح انفلاسیون نسبت به ماهای گذشته افزایش تولید مواد خوراکی افزایش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی کاهش در قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی و پیشرفت ها در سیستم بانکی از مواردی اند که در این گزارش به آنها اشاره شده است